به نام خدا و عرض سلام به خبرهای امروز دوشنبه 8 ثور سال 1399 خورشیدی با من هوشا مبارز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. 8 ثور مصادف است به 28 سال روز پیروزی مجاهدین. مردم مسلمان افغانستان بعد از 14 سال جهاد مقدسشان توانستند که قوای اشغالگر شوروی را از افغانستان زبونانه اخراج بکنند. سفر وزیر دفاع به ولایت بلخ برای بررسی اوضاع امنیتی شمال. هر کسی که جنگ میکنه ما آماده جواب دندان شکن بر اونا هستیم و ایرا در طول چند ماهی که گذشت انشالله ثابت هم شد. با فرمان رئیس جمهور برای رهایی شمار از زندانیان به مناسبت 8 ثور. مشروع خبرها. 8 ثور مصادف است به 28 سال روز پیروزی مجاهدین در برابر دولت تحت حمایت شوروی وقت. در سال 1371 در 8 ثور مردم افغانستان پس از سالها جهاد در برابر نیروهای شوروی سابق و دولت مورد حمایت آنها سرانجام موفق شدند شوروی را مجبور به خروج از کشور نمایند. بزرگترین دیگرگونی های تاریخ افغانستان در ماه ثور رقم خورده است که مردم هنوز هم اثرات آن را به صورت جدی لمس می کنند. 8 ثور سال 1371 سال روز پیروزی مجاهدین کشور در برابر دولت تحت حمایت شوروی است. مردم افغانستان پس از سالها جهاد در برابر نیروهای شوروی سابق و دولت مورد حمایت آنها سرانجام موفق شدند. شوروی را مجبور به خروج از کشور کنند. در تاریخ 8 ثور سال 1371 مجاهدین موفق شدند با سقوط حکومت دکتر نجیب الله وارد کابل شوند. پروفسور استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح دولت اسلامی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به باور آگاهان عوامل داخلی و خارجی باعث شد رهبران جهادی نتوانند پس از پیروزی جهاد یک دولت فراگیر ملی و اسلامی تشکیل دهند. یک روز تاریخی است در تاریخ افغانستان 8 ثور که مردم مسلمان افغانستان بعد از 14 سال جهاد مقدسشان توانستند که قوای اشغالگر شوروی را از افغانستان زبونانه اخراج بکنند و این یک روز ماندگار است. اما بعد از 8 ثور ما شاهد جنگ ها در افغانستان بودیم که این جنگ ها هم عوامل داخلی خود دارند و هم عوامل بیرونی خود را. پیروزی 8 ثور البته به تمام مردم افغانستان نه، بلکه به یک عده از مردم قابل توجیه است که یک پیروزی خوبی بوده. در من به عنوان یک کسی که در جهاد شریک بودم شک نداشتم، ولی متاسفانه بعد از پیروزی ما کاری کردیم که دیگه تاریخ رو فراموش نمیکنه به حساب خرابی ها و ایرانی ها، خانه جنگی ها و ای عوامل خارجیش تأثیرش بیشتر از عوامل داخلی بوده، چون رهبران به اون درایت سیاسی که باید پیداش نداشتن نرسیده بودن، بنابراین اینا به شعبه ها و گروپ ها تقسیم شدن و این تقسیمات خود باعث جنگ های طولانی در افغانستان شد که تا امروز ما پیامدش مشاهده میکنیم. پیروزی جهاد مردم افغانستان در برابر اتحاد شوروی نه تنها یک پیروزی بزرگ برای مردم افغانستان، بلکه برای تمام مسلمانان جهان به شمار می‌رفت و با این پیروزی نه تنها افغانستان از خطر کمونیسم نجات یافت، بلکه این جهاد باعث نجات منطقه و جهان از آفت کمونیسم شد. با تزریق پل‌های استخباراتی و با دادن سلاح امکانات ما شاهد خرابی افغانستان، شاهد تلفات سنگین مردم افغانستان بودیم که طالب در واقع برآمده این نظمی عمل کرده بود که مجاهدین نتوانستند مدیریت خوبی را از خود به نمایش بگذارند و حکومت
اسلامی را اساس گذاری بکنند که این حکومت اسلامی هم پیام امنیت برای مردم افغانستان بیاره و هم پیام حکومتداری عادلانه را برای مردم افغانستان بتن. برفرض اگر فردا طالبان پیروز میشه به این قضیه، عین تجلیل که ما در هشت ثور داشتیم اونا میتونن در زمان پیروزی یا بعد از برآمدن نیروهای آمریکا از افغانستان داشته باشن، که هیچ گمان نتونستیم در افغانستان چی نقطه مثبت بوده در جهاد ما، چی نقطه منفی، ای را ارزیابی و تحلیل درست نکردیم و نتانستیم و شاید در آینده هم نتانیم، چون هر کسی که نیروی خارجی را از افغانستان میکشه به عنوان مجاهد جهاد کننده حساب میشه، طالبان روزی شاید به این نام منصوب شود. آگاهان معتقدند که برای داشتن آینده بهتر آنچه مهم و ضروری به نظر می رسد این است که از تاریخ و تجربه به صورت جدی باید درس گرفته شود. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی کشور، از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفان مسلح در بخش های از کشور خبر می دهد. آقای خالد که برای بررسی وضعیت امنیتی شمال به ولایت بلخ آمده است، از ناکامی برنامه های طالبان برای تصرف بخش های از کشور مخصوصا شمال سخن می گوید. سرپرست وزارت دفاع کشور از رد فراخوان آتش بس حکومت افغانستان از سوی طالبان انتقاد کرده، بر آمادگی های نیروهای امنیتی برای سرکوب طالبان تاکید می کند. در پی تشدید جنگ در بخش های از شمال کشور، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، برای بررسی وضعیت امنیتی شمال کشور به ولایت بلخ آمده است. سرپرست وزارت دفاع از رد فراخوان آتش بس حکومت افغانستان از سوی طالبان انتقاد کرده، از آمادگی های نیروهای امنیتی برای سرکوب مخالفان مسلح سخن می زند. پیام قوای امنیتی تکرار پیام آتش بس و صلح سراسری بر مردم افغانستان است. ولی ایران به صراحت میگیم هر کسی که پیام رد میکنه، هر کسی که علاقه به جنگ داره، هر کسی که جنگ میکنه، ما آماده جواب دندان شکن بر اونا هستیم و ایره در طول چند ماهی که گذشت انشالله ثابت هم شده. سرپرست وزارت دفاع ملی کشور از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفان مسلح در بخش های از کشور سخن گفته، تاکید می کند که گروه طالبان در برابر نیروهای امنیتی توان مقابله را ندارند. شما روز و شب می بینین در هر جایی که دشمن حمله کرده، جواب دندان شکن برشان داده شده و هیچ جایی بر ما گفته نمی تانی که این جای دشمن از قوای امنیتی خصوصاً در شمال افغانستان بعد از چی گرفته باشه، بعد از هفته کاهش خشونت، حالی که عملات دشمن بعد از هفته کاهش خشونت به مراتب بیشتر شد. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، در حال از تلفات سنگین بر گروه های مخالف دولت سخن می زند که بخش های از کشور مخصوصا ولایت های شمال در جریان چند روز اخیر گواه درگیری های شدید بوده است. درگیری هایی که در کنار نیروهای امنیتی به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرده است. بر اساس تازه ترین گزارش نشر شده از سوی اونما، در جریان سه ماه نخست 2020 میلادی بیش از 500 غیر نظامی به شمول 150 کودک در پی درگیری های نیروهای امنیتی با مخالفان جان باختند. ادامه خبرها پس از وقفه. خوش آمدید به ادامه خبرها و نگاهی زودگذر داریم به چند رویداد مهم دیگر. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش تازه اعلام کرده است که در جریان سه ماه اول سال 2020 میلادی بیش از 500 غیر نظامی به شمول بیش از 150 کودک در نتیجه جنگ در افغانستان جان باختند.
یوناما با نشر این گزارش گفته است که در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی 533 غیر نظامی جان باخته و 760 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یوناما گفته است بیشترین تلفات در ماه مارچ، زمانی که انتظار می رفت تا دولت افغانستان و گروه طالبان وارد گفتگوهای صلح شوند، ثبت شده است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمام گروه‌های درگیر خواسته است تا به خواست دبیر کل سازمان ملل متحد ارج گذاشته و آتش بس کنند. ریاست جمهوری اعلام کرده که هزاران زندانی بر اساس فرمان محمد اشرف غنی به مناسبت 8 صفر آزاد می شوند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست توییت گفته است که متن فرمان ریاست جمهوری برای رهایی هزاران زندانی به مناسبت 8 صفر روز پیروزی مجاهدین در جلسه رهبری حکومت نهایی شده است. سخنگوی ریاست جمهوری گفته است بر اساس متن فرمانی که در این جلسه نهایی شده است، هزاران زندانی از زندان‌های کشور آزاد خواهند شد. محمد اشرف غنی پیش از این نیز فرمان را برای رهایی هزاران زندانی دیگر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها صادر کرده بود. حالا هم یک خبر خارجی. بر اساس آخرین آمار کرونا در جهان، شمار جانباختگان بر اثر این بیماری از 200 هزار نفر گذشته و تعداد مبتلایان نیز به 3 میلیون نفر رسیده است. در حال بحران کرونا در جهان ادامه دارد که نخست وزیر فرانسه از ارائه طرح برای کاهش قرنطینه در روز سه شنبه به پارلمان این کشور خبر داده است. شمار جانباختگان بر اثر کرونا از 200 هزار نفر گذشته و تعداد مبتلایان نیز به 3 میلیون تن نزدیک شده است. در حال بحران کرونا در جهان ادامه دارد که نخست وزیر فرانسه از ارائه طرح برای کاهش قرنطینه در روز سه‌شنبه به پارلمان این کشور خبر داده است. بر اساس این طرح 17 اولویت در نظر گرفته شده، از جمله قرار است که مدارس و برخی از شرکت‌ها بازگشایی شوند، همچنین حمل و نقل عمومی به حالت عادی بازگردند، همچنین برنامه ردیابی بیماران کرونا در این کشور نیز رونمایی می شود. برخی از کشورها در نظر دارند به افرادی که به کرونا مبتلا شده و بهبود یافتند، گذرنامه مسئولیت بدهند و به این معنی که آنها در برابر عفونت مجدد این بیماری مسئول هستند و می توانند به کار بازگردند. گزارش ها حاکی است که ممنوعیت تردد در عربستان سعودی در سراسر این کشور تا حدود کاهش خواهد یافت، اما منع تردد در مکه به شکل قبل به صورت 24 ساعته باقی خواهد ماند. همچنین برخی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از جمله فروشگاه‌های خرده فروشی در ماه از 6 تا 20 ماه رمضان بازگشایی می‌شود. اما در استرالیا اپلیکیشن ردیابی کرونا با وجود نگرانی‌های بسیار درباره حفظ حریم خصوصی روز یکشنبه با بازار عرضه شد. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا تایید کرد که نصب این برنامه اجباری نیست و استفاده از آن یک وظیفه مدنی مانند خرید اوراق قرضه جنگ در جنگ جهانی دوم تشبیه کرده است. در بریتانیا نیز سخنگوی نخست وزیر این کشور اعلام کرد که بوریس جانسون پس از پشت سر گذاشتن بیماری کرونا قرار است روز دوشنبه با سر کار خود بازگردد. نخست وزیر بریتانیا در روند بیماری در ماه اپریل 3 شب را در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان پشت سر گذاشت و پس از آن دوران نقاهت را در اقامتگاه رسمی خود گذراند. توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. یک دلار آمریکایی 76 افغانی 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 81 افغانی 20 پول. یک درهم امارات 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 80 پول. هزار روپی هندی 900 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 476 افغانی. و پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین آن 22. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین آن 14.
سریپول نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 23 پایین‌ترین آن 19 میمنه نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 22 پایین‌ترین آن 17 فیض‌آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 26 پایین‌ترین آن 21 طالقان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 27 پایین‌ترین آن 19 کندوز نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 29 پایین‌ترین آن 21 قلی‌خمری نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 20 پایین‌ترین آن 14 شبرغان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 25 پایین‌ترین آن 21 و سرانجام ایبک نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 26 پایین‌ترین آن 19 از همراهیتان به خبرهای امسال سپاسگزاریم. وقت بخیر. خدا نگهدار.